سلام بینندگان شبکه رسانه مرکزی، امروز 3 مارت و خدمت شما برنامه خبری امروز در شرایط کارانتی که با چنین خبرها آغاز می شود. بها و دستوری آزاده رحمان با یوسف رحمان دوتستان کل ریزش پاره کوه و قطع موقت راه دوشنبه خوجند. گشتن تنها با اجازه، در مسکو کارانتین اعلام شد. جاده‌های سرغوغا و پرحرکت مسکو هم بر اثر شیوع کرونا ویروس سکوت و خالی می‌شود. کرونا ویروس و ماشین بیزنس، تاجران بند مانده ماشین در مرز قزاقستان و روسیه. آزاده رحمان رهبر دستگاه پرزیدنت تاجیکستان و رئیس کمیته مجلس ملی فعالیت دادستان کل کشور در 5 سال اخیر مثبت اما همراه با کمبودی‌ها ارزیابی کرده و با او دستور اجرای 8 پیشنهاد را داده است. آزاده رحمان از دادستان کل طلب کرده است که قانون شکنی‌ها در سمت استفاده زمین را زیر نظارت شدید بگیرد، فعالیت را در سمت مبارزه بر ضد تروریسم، اکستریمیسم، کرپسیا و دیگر جنایت‌ها تقویت دهد و شامل شوی شهروندان تاجیکستان به حزب و حرکت‌های تروریستی را پیشگیری کند. نظارت نقض قانون از طرف مقامات حفظ حقوق و موارد محکوم شدن آنها و حالت‌های شکنجه، حبس غیرقانونی و به اساس با جوابگری جنایتی کشیدن شهروندان را پرزور نماید. برای پیشگیری خوف احتمالی پنشوی بیماری کووید 19 یعنی کرونا ویروس، نظارت قانون سرحد، نقلیات، تندرستی، سانیتاری، اپیدمیولوژی، فعالیت بازارهای نزدی سرحدی را تقویت دهد. در سمت تطبیق سیاست پولی و بانکی، گزارش به اقتصادیات رقمی و وسیع جاری کردن نظام پرداخت غیر نقدی نظارت کند و همین طور آزاده رحمان نظارت قانون آید به سیاست گندری، اویلا و نابالغان و جوانان، پرداخت مزد مهنت از جانب کارمندان بودجتی و نهایت بحر حفظ حقوق آزادی های مهاجران مهنتی، همکاری این نهاد با سازمان ها و مقامات دولت های خارجی را به دادستان کل دستور داده است. حرکت وسایل نقلیات شامگاه 29 مارت در کیلومتر 45 راه دوشنبه خوجند بر اثر فرامدن کوهپاره عظیم برای چند مدت متوقف شد. این تنها راه است که شمال کشور را با مرکز و جنوب پیوست میکند. طبق اطلاع شرکت پولچینک ایرس، یک ماشین باربر حامل گاز زیر کوهپاره مانده است. منبع میگوید که ماشین باربر آسیب جدی دیده است، اما حادثه تلفات جانی در پی نداشته است. ایرس گفته است که کارمندان این شرکت در هماهنگی با کارمندان کمیته حالتهای فوق‌العاده پیامدهای آن را رفع نمودند. راه دوشنبه خوجند پایتخت و جنوب تاجیکستان را به شمال کشور میپیوندد و یکی از جاده‌های سر رفت و آمد کشور و میتوان گفت که شاهرگ اقتصادیات به شمار میرود. هر سال بر اثر آفتهای طبیعی، فرامدن ترمه و لغزش کوهپاره ها چندین نفر هلاک شده راه برای چند مدت بسته می شود. این راه با 281 میلیون دلاری قرض چین و از طرف کارپراتسیای ساختمانی راه و پل های چین و یا چین راود ساخته شده است. شرکت آفشاری اینوویتد راود سولوشن بر اساس یک سازشنامه با حکومت تاجیکستان از سال 2009 نگاهبین یگانه راهی بین مرکز و شمال کشور را در اختیار دارد. در راه چندین پلازه تولینگی مرکزهای پولچینی نصب شده است که برای استفاده راه از ماشینهای سبوکراو و بارکشان حق خدمت میگیرد. مالکان اساسی شرکت تا به حال برای جامعه تاجیکستان روشن نیست. مخالفان مقامات را برای آنکه نگاه و بین و جمع آوری پول در یک راه مهم کشور را به شرکت نامعلوم داده اند تنقید میکنند. اما خبرها حاکی است که مالک آن جمال الدین نورعلیف، معاون رئیس بانک ملی و از دامادهای رئیس جمهوری تاجیکستان است، گرچند نورعلیف این خبر را رد کرده است. این هم در حال است که راهی به خطر بین دوشنبه خوجند وجود دارد، آن هم خطسیر قطاره مسافرکشانی دوشنبه کنی بادام که هنوز از سال 1991 تشکیل یافته توسط راه‌های آهن جمهوری ازبکستان و ترکمنستان پایتخت تاجیکستان را به ولایت سوخت میپیوست. بعدن این خطسیر را راه آهن تاجیکستان با بهانه ضررناک بودن بست،
اما بعضی ها بر این نظرند که این کار به خاطر فایده بیشتر به دست آوردن شرکتی ایرس می باشد. چون یگانه راه دوشنبه خوجند را زیر دست دارد که هنگام عبور ساکنان از این راه از آنها پول ستانیده می شود. سپوتنیک خبرگزاری روسیه نوشته است که سرگئی سابیان این شهردار مسکو برای پیشگیری از کرونا ویروس در پایتخت رژیم شدیدتر جاری کرده است. منبع در کوچه ها تنها با اجازت مقامات می توان گشت و گذار کرد. رژیم شدید برای در خانه نشستن به همه دخل دارد. گشتن در کوچه های مسکو تنها با اجازت نامه مخصوص که از جانب شهرداری داده می شود اجازت است. طبق قرار سابیان این بیرون آمدن از خانه برای آن نفران اجازت است که می خواهند به یاری تعجیلی مراجعت نمایند یا اجازت برای رفتن به کار دارند. این چنین به ساکنان شهر مسکو برای رفتن به داروخانه ها و مغازه های خوراکه که نزدیک خانه اشان قرار دارند اجازت داده شده است. سیر و گشت با سگ های خانگی دورتر از 100 متر با از جای استقامت اجازت نیست. سابیان این به همه تشکیلات و کارخانه ها دستور داده است که برای کنارگیری 1.5 متری بین آدمان شرایط مهیا نمایند. همزمان بنابر پهنشوی کرونا ویروس به بیکاران جبران پولی داده می شود. از 1 اپریل سال روان این مبلغ 19,500 روبل را تشکیل می دهد. کرونا ویروس اواخر ماه دکبر سال 2019 در ووهان چین ظهور کرد و زود در دیگر کشورها پهن شد. 11 مارس سال 2020 سازمان جهانی بهداشت این بیماری را پاندمی اعلان کرد. تا روز 29 مارس در 199 کشور جهان 663 از 18,000 کس مبتلای این بیماری شده است. بیش از 30,800 نفر قربانی این ویروس شد و خوشبختانه بیش از 142,000 نفر از آن شفا یافت. یاد رس می شویم که در حال حاضر در روسیه بیش از 1,500 نفر مبتلا به کرونا ویروس شده است و مقامات رسمی تاجیکستان همه گونه سرایت ساکنانش به این ویروس را رد می کند. 30 تن از ماشین بیزنسان تاجیک از روز 18 مارس در راه به سمت وطن در قزاقستان بند ماندند. این تاجران با ماشین ها و یا طور دیگر محصولات بازاری اشان در ماندند. شریف جان قایموف ماشین بیزنس خوجندی بر رادیو آزادی گفته است در گذرگاه سگرچین در مرز روسیه و قزاقستان منتظرند که به آنها اجازه بدهند تا به سمت تاجیکستان حرکت کنند. در مرز روسیه و قزاقستان در ولایت اکتوبه، اکتوبینسک در مانده ایم. با بچه ها چند بار به کنسولی تاجیکستان در قزاقستان تلفن کردیم، کسی جواب نداد. وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 27 مارس با نشر یک بیانیه رسمی گفت بهری واکنش سری وقتی به مراجعات های شهروندان در رابطه با جاری گردیدن محدودیت ها در کشورهای گوناگون جهان بر اثر همگیری کرونا ویروس در نمایندگی های دیپلماتی و مؤسسه های کنسولی تاجیکستان در خارجه تلفن های شبانه روزی فعال می باشند. حکومت قزاقستان با هدف پیشگیری از گسترش کرونا ویروس در قلمروش مرزهایش را بسته است و تاجران تاجیک در وضع مشکل افتاده اند. شریف جان قیوموف گفته است شبمان را در ماشین روز می کنیم. پول داشتیم برای خوردن تمام شد. مغازه ها کارانتین همه جا بسته. یک آشخانه بود همان را هم بستند. برای خرید باید 15 کیلومتر برگشته رویم. شریف جان قیوموف نواره را از نزدیکی گذرگاه که در آن ماشین های مسافربر و سبوکراو با رقم های ترانزیتی دیده می شوند ثبت کرده است. بعدی سرایت کرونا ویروس در کشورهای گوناگون صدها نفر از شهروندان تاجیکستان در گوشه های مختلف جهان بخصوص در روسیه درماندند. بینندگان عزیز اینجا برنامه خبری امروز به پایان رسید. اگر مطلب و پیشنهاد جالب دارید می توانید طریق پشت الکترونی پیامک رسان های تلگرام، واتساپ، وایبر و ایمو به رقم 48519 767 404 بفرستید. تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.